اسم F15 EX دارن درست میکنن که بمب بزرگ GBU-57 هم اینو میتونه حملش بکنه. اندر رنجی هم دارن که حدود 900 کیلومتر میتونه بره. تو ویدیو قبلیم راجع به حمله احتمالی اسرائیل با F-35ش به تاسیسات هسته‌ای ایران صحبت کردیم. ولی خیلی از هموطنان عزیز که منم ویدیو من نگاه کرده بودن کامنت گذاشته بودن که گزینه‌های دیگه‌اش چیه؟ نمیتونه با موشک بالستیک بزنه یا با بمب‌های دیگه استفاده بکنه. حالا تو این ویدیو میخوام راجع به گزینه‌های دیگه‌اش صحبت بکنیم که چه گزینه‌های دیگه اسرائیل داره برای حمله کردن به تاسیسات هسته‌ای ایران که همون فوردو و نتنز باشه که اصلی‌هاشون این دوتا، و گفتیم که اینا زیر زمینن و خیلی سخته بهشون رسیدن. تو ویدیو قبلی گفتیم که اگه بخواد با F-35 بیاد و موشکای JBU-31 استفاده بکنه، واسه که بمبای زیادی بیاره و خیلی سخته این عملیات. حالا اگه خواستین میتونین برین ویدیو قبلی من نگاه بکنین، قشنگ توضیح دادم راجع بهش. حالا چرا فقط با JBU-31 باید بذاره توی F-35 بیاره؟ برای اینکه محدودیت وزن داره، بیشتر از این دوتا بمب نمیتونه حمل کنه. بمبایی هست که خیلی بزرگتره، بمبایی هست که یه ذره بزرگتره. مثلا JBU-28، JBU-28 بمبیه که توی جنگ اول خلیج فارس خیلی استفاده کردن و تمام بیشتر آشیانه های هواپیمای یو با این زدن. JBU-28 اونجا استفاده کردم، ولی JBU-28 حدود 4000 پوند وزنشه، یعنی هر کدومشون اندازه دو تا از این JBU-31 وزن داره و اینا رو نمیتونن استفاده بکنن برای داخل F-35. اینا رو با F-15 میشه آوردشون، ولی با F-35 نمیتونن. تو کامنت گذاشته بودن که چرا از زیردریاییشون استفاده میکنن. زیردریاییشون رو من یه مقدار سرچ کردم، یعنی که اسرائیل از قابلیت نظامی خودش زیاد بیرون اطلاعات نیستش، مخصوصا زیردریایی ها. یعنی حالا هواپیما رو میتونی بگی که از امریکا خریده، تو مجله ها هستش. زیردریایی کسی نمیدونه دقیقا اینا چند تا دارن، و صحبتی بودش که نمیدونن که حتی اینا آپگریدشون کردن که بتونن موشک عمود پرواز دادشون به بیاد بیرون یا نه. اگرم باشه احتمال زیاد همشون بمب اتم بهشون وصله، و فکر نمی کنم که از زیر دریایی بتونن استفاده بکنن که باش موشک بالستیک بزنن به ایران. معمولا هدفایی که میخوان خیلی دقیق بزنن و شاه مثلا نیم متر بمبشون رو بزنن روی هر جایی که میخوان بزنن، از بمبای هوشمند استفاده میکنن که مثلا این کیتای جیدم روشونه که با GPS گاید میشن و اینا. این کیتای جیدم اگه نگاه بکنین، این بمبای همین GBU هم که بهتون دارم، JBU-31، اینا همشون بمبای معمولی بودن که اینا رو مودیفایشون کردن. این جیدم هم اصلا پشتشون که اگه الان ببینین شما اینجوری، این قسمت پشتش این کیتیه که بستن روی این بمب، رو هر بمب دیگه نمیشه ببندیش، که هدایت میتونه بکننش که به همون جایی که میخوان بزنن بزنن. سر همین معمولا برای شکستن سنگرا از بالستیک میسل استفاده نمیکنن، ولی کن کروز میسل دارن. کروز میسلی هستش که اسمش تورس و بین کشور آلمان و سوئد ساختتش. حدود 500 کیلومتر هم برد داره و ساخته شده مخصوصا برای اینکه بره داخل زمین و 8 متر میره داخل بتون مسلح. این تورس که بهش میگن تورس KEBD-350، اسرائیل ازش استفاده نمیکنه، بیشتر کشور اروپایی ازش استفاده میکنه. ولی کروز میسلای دیگه ای هم هستش که امریکا داره و 100% اینا رو داده به اسرائیل، و اسرائیل از اینا میتونه استفاده بکنه که هدفشون هم همینه، اصلا برای همین ساخته شدن که برن مسافت زیادی برن و بتونن وارد سنگر بشن، 7-8 متر هم برن داخل بتون مسلح. یک کروز میسلی هستش که بهش میگن جیسم AGB-158 و این بردش از حدود 300 کیلومتر. یه مدل دیگه اکستندد رنجی هم دارن که حدود 900 کیلومتر میتونه بره، و اینم گزینه خوبیه. ولی علت این که اینا رو نمیتونن استفاده بکنن، ببینید من دارم بهتون میگم، الان خیلی از شما کامنت من گذاشتین که خب آقا میاد از این وایت بیزراش میاد و رادارا رو میزنه جمع میکنه میره، بعد با F-15 میان آقا بریز، آقا بمبار بریز. این یه جنگ بزرگ میشه. من فکر نمیکنم که الان آماده همچین جنگی باشن امریکا، برای اینکه جنگ رو در رو بخواد بیاد با ایران، امریکا بعد ما همچین کار اتفاق، من فکر نمیکنم الان بخواد بیفته. و خیلی هم حالا الان راجع به موشکای ایران هم آخر ویدیو صحبت میکنم که خیلی‌ها دارن میخندن به این اتفاقی که افتاد. الان داشتم آنلاین نگاه میکردم، ویدیوها رو نگاه میکنم، همین هموطنان ایرانی خودمون، راجع بهشون صحبت میکنم آخر ویدیو. حالا این کروز میسلا خیلی راحت با رادار میشه بگیریشون، خیلی راحت با رادار میشه بگیری و سرعت خیلی کمی دارن، اصلا موافق صوت و اینا نیستن. اینا رو میتونن بزننش، اینا رو با اف با B-52 میتونن بندازنشون پایین و زیر هواپیمای جنگی هم بسته میشه، میتونن بیان قشنگ 500-600 کیلومتر بیرون مرز باشن بندازن بیان. ولی اینا رو میتونن بزنن. اینا رو اگه بخوان استفاده بکنن، احتمالاً اگه تصمیم بگیرن که به پالایشگاه ما بزنن، که اونم خیلی اصلا فکر نمیکنم که این اتفاق بیفته، پالایشگاه ما رو اگه بزنن، پالایشگاه ایران اگه بزنن، اصلا
یعنی یه جوریه که ایران باید جوابشو بده، برای اینکه پول نفت قطع میشه و پول نفت که قطع بشه ایران باید جواب، نمیتونه بشینه عقب که عربستان نفتشو بفروشه و خودش نمینه میدونه. مثلا آب خوردن بهشون گفته، وقتی امروز واقعا داشتم تو سی ان ان نگاه میکردم یه برنامه ایو که داشت توضیح میدادش که میگفتش که این آقای عراقچی وزیر امور خارجه‌مون مثل رئیسای مافیاه، میگفت برای چی؟ میگفت برای اینکه بلند شده رفته عربستان با اینا دست میده میخنده، بعدم بشین گفته آقا جان اگر که بذارین که از بیز هوای شما رد بشن بیان من ما میزنیمتون ها، یعنی قشنگ رفته اونجا با خنده دست داده تهدیدش میگرده. این حرفی بود که سی ان ان داشت میزد. ببینید تو معادلات بین الملل وقتی که یک کشور یه چیزی داره یه زوری داره، اگه کشور مقابلش اون نداشته باشه خب این توازن برقرار نمیشه و احتمال جنگ خیلی میره بالا. وقتی که اینا توازن داشته باشن اون موقع است که جنگ کاهش پیدا میکنه. ببین یه نمونهش واسهتون بگم، همون زمانی که ایران هیچ هواپیمایی نداشتش که جلوی سرعت میگ 25 قرار بگیره، یعنی میگ 25 خیلی سرعت زیادی داشت، اینا میومدن روی ایران عکس برداری میکردن از شمال ایران از روسیه، صدها دفعه اومده بودن و تا زمانی که رفت ایران از امریکا هواپیمای F-14 رو خرید. F-14 رو که خرید هواپیمایی بودش که رادار خیلی قوی داشتش و میتونست اینا رو رهگیری بکنه. یک دفعه اینا رو رهگیریش کردن دیگه نیومدن، یک دفعه رهگیری شدن دیگه نیومدن. حالا منم همینو دارم میگم که این قضیه موشکا که اومده خورده تو اسرائیل، اینا یک دفعه بهشون ثابت شد که نیروی دفاعیشون این سوراخ شد، این سپر سوراخ شد. اینش مهمه، همین یعنی تمام این قضیه رو شما بذارید کنار، همینش مهمه. آسمان اسرائیل رو بهترین سامانه های دفاعی ازش محافظت میکنن و کل پیغامون بودش که این شکسته شد، موشک‌ها اومدن رد شده رفتن. حالا بریم سر گزینه بعدی. یه F-15 هایی دارن میسازن که هنوزم گویا تموم نشده. حالا میگن چرا دارن F-15 میسازن مگه F-35 نمیساختن؟ آره، برای اینکه هواپیمای F-15 هواپیماییه که سالهای سال ازش استفاده کردن و هیچ اصلا شکار هوایی نشده. توی جنگ‌های هوایی 104 تا پیروزی داره و خودش هیچ شکار نشده. سر هم میگه هواپیمای خیلی خوبیه، هواپیمایی که درادا گوریز باشه خیلی جا احتیاج نیست بهش. حالا F-15 دارن درست میکنن، F-15EX دارن درست میکنن که این میتونه مهمات بیشتری به خودش حمل کنه و توی مقاله ها نوشته بودش که بمب بزرگ GBU-57 هم اینو میتونه حملش بکنه. GBU-57 بزرگترین بمب سنگشکنیه که امریکا تا حالا درست کرده و میگن این درست کرده، اصلا هدفش تاسیسات اتمی ایران بوده و فقط هواپیمای B-2 و B-52 میتونه اینجا بندازتش. منتها برای اینکه به اصطلاح سیستمای کامپیوتری میخواد اینو فقط اداپتش کردن به B-2، ولی هواپیمای B-52 هم میشه که تغییراتی بهش داد که از B-52 هم بندازنش پایین و حتی تستش رو با هواپیمای B-52 انجام داده. GBU-57 بمب خیلی بزرگیه، یعنی بدون شک اگه 10-15 تا اینا رو بریزن من فکر می‌کنم صدمه‌های خیلی زیادی هم حتی به همین فوردو بزنه. ولی گزینه‌ایه که اصلا ممنوع فروش، امریکا اصلا هنوز توی کانگرس باید برن اجازه بگیرن، هنوز هیچ به هیچ کشور نمیتونه بفروشه، حتی به اسرائیل هم وقتی که قانونش هست که نتونن بفروشن بعد برن اول اون قانون رو بردارن که برمی‌دارن، اگه لازم باشه میرن قانون رو برمی‌دارن بعد بفروشنش به اسرائیل، یعنی که خودشون باید استفادهش بکنن. و اسرائیل اگر که اینو بردارن، اسرائیل هم میتونه 330 های خودش رو تغییراتی توش بده، دری باز کنه زیرش که با اون بتونه اینو بیارتشون. منتها پاس دوباره میاد مشکل این که 330 هم خوب رادار گریز نیستش، مگه اینکه بعد بیاد تمام رادارهای ما رو همه رو بزنه، همه اینا رو از بین ببره. بعدم خب یه 330 که با F-5 هم میشه رفت زدش دیگه. حالا نمیدونم، دارم فقط من اطلاعات خدمتتون میدم. این گزینه هم هستش که اسرائیل بخواد از این GBU-57 استفاده بکنه. هواپیمای F-15EX رو توی این مقالات که میخوندم گویا میتونه یه دونه از اینا رو هم بکنه. اسرائیل 25 تا از اینا رو سفارش داده که قبل از جنگ 7 اکتبر قرار بود بگیرن که بعدش دیگه این خورده به عقب افتاد. تمام این چیزایی که من گفتم برای تاسیسات هسته‌ای ایران بودش. تاسیسات هسته‌ای ایران که خیلی سخته. خود امریکا میگه که، و الان هم میبینی که بایدن بهش پافشاری میکنه که حمله نکن به نتانیاهو، میگه به نتانیاهو میگه حمله نکن به نیروهای هسته‌ای. یکی از عزیزان کامنت گذاشته بود که خب اگر که نمیتونه بزنه برای چی بایدن میگه؟ برای اینکه فقط میتونه زخمیش بکنه، میشه مثل شیر زخمی، میشه مثل مار زخمی. بایدن دلش نسوخته برای نیروگاه هسته‌ای ایران
ولی میدونه که اگر که اینا رو بزنن تاسیسات هسته‌ای رو نمیتونه از بین ببرتشون، یعنی خودش هم که نمیدونه بیچاره چیزی، ولی به اصطلاح جنرالایی داره که بهش میگن که نمیتونه اینا از بین ببرتش. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ایران از امپیتی میاد بیرون و بهترین بهونه رو داره که مثل آب خوردن خیلی سریع بمب هسته‌ای درست بکنه. و تاسیسات نفتی ایران هم حتی بایدن بهش میگه نزن، برای اینکه میدونه چه اتفاقی میفته. این برای این نیستش که از چه شاپروی ایرانی خوشش اومده، این برای اینکه عواقبش میدونه که چه اتفاقاتی بعد از این اتفاق میفته، که اگه نیروگاه هسته‌ای بزنه ایران میره به سمت بمب، و اگر نفت ایران بزنه سرعت خیلی زیاد ایران میاد چند تا دونه مینی چیزی میندازه توی هم خلیج فارس و هیچ کشتی اونجا جرأت. ببین اینجوری نیستش که ایران میگن که آقا ایران مگه میتونه 50 کیلومتر جلوش رو ببنده. عزیزان وقتی که چند تا مین بندازن توی اون آبای خلیج فارس، توی آبای تنگی هرمز، هیچ کشتی جرأت رد شدن اونجا رو نداره و نمیکنه. میگه آقا نمیتونه، مثلا نمیارزه، میگم چیکار کنم اونجا رو. کشتی ها که اینجوری نیست که کشتی مال یه کشوری باشه، کشتی از یه کشور دیگه اجاره میکنن و اصلا داستانی داره، مال چند تا 20 دست چرخیده، صاحبش یه کشوره، یه کشور دیگه اجارهش کرده، 20 بار دیگه اجاره شده، لیست شده که یه کشور دیگه ازش استفاده میکنه. اصلا کاری ندارن اون آدمایی که دارن نشستن اونجا این کشتی رو دارن راه میبرن، خدمه اون کشتی، اصلا کاری ندارن که این برای چی اینجا. یا خطر داره نمیریم، و شرکت بیمه نمیکنن به همین راحتی که باورمنده و الان تقریبا بستنش، همینجوری به همین راحتی چند تا دونه مین میندازن اونجا، میگن داشتیم مانور میکردیم تصادف شد نه چند تا افتاد، مثلا به همین راحتی چند تا از زمین پالایشگاه های خلیج فارس هم میزنن و نفت 400 دلار 500 دلار هر بشکه. و اینو میدونن، اینو میدونن. من این از دهن خیلی از این آدمایی که راجع به اقتصاد صحبت میکنن شنیدم، آدمای خیلی معتبر که توی کانالای آمریکایی صحبت میکنن، و اینو قشنگ مثل روز براشون روشنه که چه اتفاقی خواهد افتاد اگه پالایشگاه نفتی ایرانو بزنن. اسرائیل این کارو میتونه بکنه، اصلا هیچ شکی نداشته باشین که مثل آب خوردن که من همینجوری گفتم نمیتونه بیاد از بین ببره تاسیسات هسته ای ایرانو، ولی مثل آب خوردن میتونه پالایشگاه های ایرانو بزنه، همشون هم بزنه، این 80% بزنه نابود کنه. میتونه، این قابلیت رو داره، ولی تونستن معنیش نیستش که میتونه، که خب اصلا داغون میشه، یعنی اقتصاد دنیا واقعا تحمل نمیتونه بکنه همچین چیزیو. ایران روزی 2.5 میلیون بشکه نفت صادر میکنه، این 2.5 میلیون بشکه نفت میره تو بازار جهانی، کشورهای دیگه وقتی که نفت ایران قطع بشه مثلا به چین میفروشیم، خب چین بعد بره جای دیگه بخره دیگه، بعد قیمتش میره بالا، بعد حالا این فقط مال ایرانه، مثلا عربستان میتونه ببره بالا تولید نفتشه و این کارو کرد دفعه پیشم. به همین خاطر ایران جلوی اونم خواهد گرفت که اون نه تنها نتونه ببره بالا، خودش هم نتونه نفتی صادر بکنه، اون موقع است که فاجعه پیش میاد. و اینا چیزاییه که میبینن، همه دارن میبینن چه اتفاقی قد افتاد. نگفتیم کاری دیگه نمیتونه بکنه، که اتفاقا موساد خیلی کارشون رو بلدن دارن انجام میدن، همونجور که اسمان هنیه رو تو تهران زدن و این پیجرها رو زدن ترکوندن دست آدمای حزب الله، کارشون رو بلدن. آره از این کارا میکنن، کار خرابکاری بهترینن تو دنیا، من راجع به اون صحبت نمیکنم، میکنن این کارا میکنن، تنها راهشون همین کارهای اینجوریه که بیان شخصیتی رو تو تهران بزنن دوباره بکشنش. من نگفتم این کارا رو نمیتونم بکنم، ولی حمله نظامی به ایران من فکر نمیکنم که این اتفاق بیفته. وقتی هم دارن میگن نظامی، خودشون هم اینو نمیتونن بکنن، احتمالاً دارن مغز مردمو به این سمت میبرن که کار دیگه‌ای که دارن میکنن رو در اون پشت بکنن. و حالا راجع به موشکای ایران، موشکای ایران، من الان این کانال رو داشتم نگاه میکردم همین امروز، خیلی از این هموطنان خودمون که برنامه درست میکنن روی اینترنت و میخندن، حالا این موشکایی که ایران داره هیچکی باورش نمیشد که این موشکا بتونن 1800 کیلومتر برن و اینا رو نتونن جلوشونو بگیرن، راهگیریشون بکنن و بیا مخورن زمین. حمله قبلی که ایران کرد 20 تا 30 تا از این موشکای هایپرسونیکش بیشتر نفرستاد، و این 20 تا 9 تاش فقط جلوی کن تو دوربین هستش که میان میخورن، میان میخورن به همون نواتی مرسپیس ایر بیس یا یه جای دیگه است، نمیدونم دقیقاً کجاست، که میگفتن آقا همش 1% خوردش. خب این پهپادایی که فرستاده بودن، یعنی مثلا یه نفر فکر می‌کنه نشسته اینجا توی ایران، توی اونایی که این پهپادا رو می‌فرستن حالا توی فرماندهیشون، میگه آره این پهپادا حالا احتمال خیلی زیاد داره اینا رد بشن دارن یه بلایی سرشون بیارن. خب اینو دیگه مگه یه هر بچه‌ای می‌فهمه که بهترین سامانای دفاع هوایی اسرائیل داره و تمام هواپیما همه جا اومدن از همه جا اینا رو بزننشون، و کشتیایی دارن که اینا رو می‌خواد به اصطلاح اینترسپتشون بکنه، درونا رو که دیگه همه میدونن مدش که این درونه 10000 دلاری ما میفرستیمش، اگر که بخوان بزننش که بعد هر کدومشون 200000 دلار خرج بکنن، حداقل 300000 دلار شدن بیشتر که باید امرم یه چیزی بزننش، اگرم نخوان بزننش که خب 20 کیلومتر منفجر داره میخوره زمین، یه خسارتی به جا میاره.
علتش این بودش این درونا. یا کروز میسل ها رو خب میدونستن که کروز میسل ها میزنه، مگه میشه کروز میسل ها نزنه؟ اون پیکان یک دارن، پیکان دو دارن، پیکان سه دارن، دیوید سلینگ دارن، گنبد آهنین دارن، ولی تمام هایپرسونیکاشو خوردن، بیشترشو خوردن زمین. دفعه دوم که اصلا توی اخبارا که میگفتن آقا همشون هیچ نخورده، ولی پیغامی نبود، پیغامی بودش که اینا میتونن برسن رو سرتو. دفعه دوم از این 182 خیلی هاشون خورد زمین. اینا میگه 182 تا، ایران میگه 192 تا فرستادیم ما. اینا بیشترشون هایپرسونیک بودن و خیلی هاشون خوردن زمین، خیلی هاشون هیچی نتونست جلوشونو بگیره. این که دیگه واضحه که حالا اگه میگن که اینا دقیق نبودن، ولی دقیق بودن اندازه کافی که همشون بخورن توی فرودگاه دیگه اونقدر که دقیق بودن دیگه. خب حالا من نمیفهمم دیگه چیه. بعدش هم که نشون نمیدن که خب این نشون بده کجا خورده، بگه اینجا خورده، هیچیشون نشون نمیدن. حالا من میگم اصلا دقیق نبوده، نمیتونن اینجوری بزنن توی نقطه، بزنن 20 متر اونورتر یا 5 متر اونورتر، ولی خب همون اندازه کافی تهدید هستش که اگه ایران میخواست کشته بگیره، خب سرش یه ذره چپ میکرد به سمت راست یا به سمت چپ. وقتی وایسادن اینجوری مردم 5 کیلومتری، 6 کیلومتری، 10 کیلومتری فرودگاه دارن ویدیو میگیرن، تمام اینا دسته ای میان و میخورن تو فرودگاه. اینجوری نیست که یکیشون بخوره 100 کیلومتر اونورتر، یکیشون بخوره 20 کیلومتر اونورتر، همشون مستقیم دارن میان. اگه اونقدر دقیق هست، خب اینا اگه سرش کج بکنه یه خورده اینورتر 8 کیلومتر 10 کیلومتر سمت راست یا چپ و شمال عقب بزنه، خب میاد میخورد سر مردم دیگه. اینا که میان میگن که کشته نگرفته، این حرف مفتیه. یعنی اینکه الاسد زد کشته نگرفت، برای اینکه امری ایران خب نمیخواد سر نه میخواد نمیخواد وایس جنگ درست بکنه. اگه کشته بگیره که خب این دیگه 99.5% اونا میان بیشتر کشته میگیرن از ایران. این که دیگه چیز نداره. ما نمیگیم که اینا خداست که نیروی نظامی ایران از همه دنیا بیشتره، از همه دنیا بزرگتره، ولی اندازه خودش بازدارندگی ایجاد کرده. و این موشک‌ها کاری که کردن توی اسرائیل، اینا 20 سال 30 سال دارن کار میکنن روی این ایر دیفنس سیستمشون، نیروی پدافند هواییشون، و الان این اصلا باطل شد. باور کنین هنوز یعنی مدنی این ضربه ای که خوردن، این آقا این تموم شد، آقا پاک شد رفت، یعنی تموم شد. شما نداری، دفاع نداری راجب ایران، جلوی موشکای ایران چیزی نداری جلوی اینا رو بگیره. الان این موشکای هایپرسونیک که میگن، این فقط سرعتش نیستش، خود موشک بالستیک وقتی میره بالا، وقتی میاد شیرجه میزنه، سرعتش میشه 5 تا 6 ماخ میشه تقریبا. ولی اون برای اینکه قابل پیش بینیه، وقتی که شلیکش میکنن حرکتش قابل پیش بینیه. این موشکای اروان، اروتو، اروتری که دارن، این پیکان 1، پیکان 2، پیکان 3، اینا میتونه پیش بینی کنه که در فلان زمان کجا خواهد بود، میره اینو جراحگیریش میکنه و میزنتش. موشکای هایپرسونیک میتونن تکون بدن خودشونو، هم با سرعت 5 برابر، 6 برابر، 7 برابر سرعت صوت دارن میان و میتونن مانور بدن. وقتی که مانور میده دیگه هیچ جا نمیتونه پیش بینیش بکنه که کجا خواهد بود. مثلا 6 ثانیه دیگه، 15 ثانیه دیگه کجا خواهد بود. موشک بالستیکو اینجوری میشه جلوشونو بگیری که میتونه پیش بینی بکنه که این 15 ثانیه دیگه کجا خواهد بود، با چه سرعتی میره همونجا، موشکه همونجا میخوره بهش. ولی این موشک هایپرسونیک این فرقش اینه، فقط سرعتش نیست که نمیتونن بفهمن اینا کجا خواهند بود 15 ثانیه دیگه، 20 ثانیه دیگه. به همین علته که نمیتونن بزننشون. خارکو شاید بیان بزنن، متوجه که خارکو بیان بزنن، خارک یعنی بیشتر اول روغن ایران، نه بیشتر نفت ایران از خارک میره. خارکو اگه بزنن، شما منتظر جنگ خیلی بزرگی بعد بشی تو منطقه، برای اینکه بدون اصلا خارک دفاعی نداره که. بس چرا تو این مدت نزدش امریکا؟ چرا تو این مدت نزده که ایرانو فلجش بکنه؟ برای اینکه میدونن پیامد این چی خواهد بود. پیامد اینو دنیا نمیتونه بدش. این نیستش که ایران تمام اقتصاد دنیا رو میتونه کنترل کنه، ولی نفت دنیا هنوز از خیلی شه خلیج فارس رد میشه، خیلی اینا رو جلوشو میگیره، بالایشگاه رو میزنه اگه ایران نتونه نفتشو صادر بکنه و تموم. یعنی حالا تحریم گذاشتن، یه مدت نمیدوشن صادر بکنن، اینا میفروختن به یه جوری، تحریم ها رو دور میزدن، ولی وقتی بیان بزنن نابودش کنن، یه بحث سواییه. این کارا رو کردن زمان جنگ ایران عراق، اون موقع ایران نمیتونست درست جواب بده، ولی الان میتونه جواب بده. اینا همش تو محاسباتشون حساب میشه. سر همین بایدن میاد میگه پالشگاه ایران نزنیا، انرژی هسته ایران نزنیا، اینه داستانش. خب خیلی ممنون از بابت اینکه ویدیو من نگاه کردین. ازتون خواهش میکنم که خیلی به احترام بذارین به هم دیگه وقتی که میانین پایین تو کامنت ها، و به انشالله که تو ویدیو بعدی میبینم بسون.